ما قدیم در دبیرستان که بودیم میخوندیم اسرار این که چگونه تابستان میشه، زمستان میشه و چطور در تابستان روزها بلند میشه، روزی از روزهای دیماهی چون شب تیرماه به کوتاهی، شب تیرماه خیلی کوتاهه در مقابلش روز دی بلنده، بخشید شب دی بلنده و علت اینکه سردتر و گرمتر میشه، بعضی از نقاط زمین بیشتر نور میگیره چیه؟ از کنم که این کره زمین رو که همتون دیدین، حالا اگر خود کره رو ندیدید، این تصویری و تجسمی از کره زمین. این کره زمین خب همیشه روبرو خورشیده دیگه و قاعدتا باید دائما به صورت یکسان نور بگیره و حرارت بگیره. چطور میشه که گاهی اوقات بیشتر میگیره گاهی اوقات کمتر؟ در حالی که دور خورشیدم که میگرده، هر مدارش مدار کاملا دایره نیست، یه بیزی است که البته به دایره نزدیکه ولی بیزیه، به طوری که در زمستان ما که نیم کره شمالی باشیم، در زمستان ما فاصلش با خورشید کمتره و در تابستان فاصلش با خورشید بیشتره، ولی با وجود این زمستان سرد میشه و تابستان گرم میشه و در بعضی نقاط میبینیم که اصلا حرارت نمیرسه، قطب میشه. چرا؟ خب خیلی روشنه اگر شما به این نگاه کنید، وقتی یک کره در مقابل یک کره دیگری قرار میگیره، کره نورانی، این نسبت به یک نقاطی از این کره اون تابش عمودیه، یعنی شعاع آفتاب، شعاع که به صورت موازی میاد، اینا به صورت خطوط موازی میان، این خطوط بعضی جاها عمود میشن بر این بر اون نقطه‌ای که میتابن، بعضی جاها نه، با یک زاویه خیلی کم، 10 درجه 20 درجه، گاهی میرسه به جای 0 درجه، یعنی دیگه اصلا نمیرسه نور، یعنی نور که از اونجا میتابه میاد اینجا دیگه نمیرسه. اون وقت اگر این محور زمین صاف بود، یعنی عمود بود بر سطح به اصطلاح مدار حرکت زمین به دور خورشید، اون سطح مدار حرکت زمین به دور خورشید رو میگن به اصطلاح معیار و محور مختصاته که ما با اون میتونیم حساب بکنیم که این محور کجه و این کجی محور رو نسبت به این سطح که حالا فرض کنیم این میز باشه و این میز به اصطلاح سطحی است که در اون سطح یه دایره‌ای در نظر بگیرید دورش، در این سطح زمین به دور خورشید میگرده. اگر این محور عمود بود بر این، دائما هم طول روز شب مساوی بود، هم همیشه مقدار معینی حرارت به یه جایی بیشتر میرسید به یه جایی کمتر میرسید و به طور یکسان بود. این میل کلی که به اصطلاح بهش میگن میل کلی، این 23 درجه و 33 دقیقه است، این تقریبا 23 درجه و نیم این تمایل داره نسبت به راستای شمال جنوب. اون وقت البته در گذر زمان از چندین قرن یک حرکت مختصری دیگری هم میکنه این محور که یک کم میره بالای کمی اتومات پایین تر، اونو بهش میگن رقص محوری. این رقص محوری اگر ما معیار خود بزرگش بکنیم و زمان رو مثلا قرنها و چندین قرن رو تبدیل کنیم به یه ثانیه، وقت میبینیم که زمین تقریبا داره اتبار میرزه و میرقصه و از این ور میره و از اون ور میره، برای اینکه 12 تا حرکت داره. ما اغلب 2 تا حرکت چی میشناسیم، که یکی حرکت انتقالیه که به دور خورشیده، یکی هم حرکت وضعی که دور خودش میچرخه، ولی حرکات دیگه داره. تا 12 حرکت مختلف بر زمین قائل شدن که حرکات خوردیه، ولی اینا وقتی که در سطح عمر ماست ما اصلا نمیبینیم، ما اینقدر عمر نمیکنیم که تشخیص بدیم که این یه خود راستر شد کشتر شد، ولی اگر که با عمر خدا حساب بکنیم اون وقت خداوند خوب میبینه که زمین داره میرقصه و تمام کائنات دارن میرقصن، منتها رقص هارمونی و هماهنگی بین حرکات و یک نظمیه و
یک ریتمی و کل عالم در حال رقص و حرکت هستن، برای اینکه تمام ذرات عالم با یک ضربی میرقصن میچرخن، یعنی با یه نظمی و با یه قانون معینی. حالا قلب ما مثلا 3/4 ریتمش، 1/2 1/2 ورز کنید، یه چیه 4/4 6/8 اطوارم داره، ولی همه دارن میرقصن و میچرخن و هر گوشه آسمان بوتی رقصان، کس نیست که مست بی سر و پا نیست. این از اون رقص محوری که بگذریم، این زمین وقتی که دور خورشید میچرخه این انحنای محورش تغییر نمیکنه، یعنی همیشه این زاویه‌ای که داشته با این سطح حفظ میکنه. برابر این اون طرف خورشید که میره از این ور دور میزنه، اینطور نیست که الان مثلا سر محور از این طرف، اون برم که میره از اون طرف باشه، نه اون بر از این ور میشه. وقتی که میاد اون طرف خورشید قرار میگیره، بنابراین وقتی تعظیم میکنه از این ور میشه، یعنی مثل این مونه که خورشید از این ور حالا داره میتابه اومده این طرف، این قطب بیشتر نور میگیره، این قطب بیشتر به اینکه روش به این طرفه و این قطب میره اصلا تو تاریکی، اصلا هرچی میترخه این هیچ روشنایی نمیگیره اصلا اون زیر و این اصلا تاریک نمیشه، 6 ماه شب 6 ماه روز. اون وقت چند تا مدار هست که بعد نیست بشناسین. اولا این خط استوا اون خطیست که زمین رو عمود بر این محور سطحش و زمین رو به 2 قسمت مساوی تقسیم میکنه، دایره عظیمه بهش میگه. اونجا رو بزنین 0، چون در مختص چیز در جبر دبیرستانی نام خیلی راحت شما همه تون میدونید که این 2 تا نقطه رو، یعنی بخوایم اگر یه نقطه رو روی سطحی تعیین بکنیم که کجاست، 2 تا مشخصه باید داشته باشیم، 2 تا مختصات بهش میگن، محور مختصات ایکس و ایگرک، یعنی چقدر هر چیزی رو بخوایم در نظر بگیریم، یکی اینو محور قرار میدیم، یکی هم این مدار گرینویچ رو که در انگلیس هست اینجا، این مداری که انجام میگذره، این برای بهش میگن، یکی از 2 قطب میگذره بهش میگن نصف النهار، چون بس نور روز رو نصف میکنه، اینا که موازی خط استوا هستن بهشون میگن مدار. اون وقت این که مدار خط استوا هست، استوا کیفه و بالکون ان استوایی قد خرجت قاطبت الاشیای، استوا یعنی برابری. حاجی سبزواری میگه که تمام کائنات، تمام ممکنات، تمام ماهیات مساوی هستن، استوا دارن نسبت به وجود و عدم، برای حالی که موجود شدن معلوم میشه که یکی موجودشون کرده، چون اونا در ذاتشون متمایل به این طرف اون طرف نیستن. کیفه و بالکون ان استوایی قد خرجت قاطبت الاشیای، برای استوا هم نیست که بعضی گاهی اشتباه هم میگن، استوا این برابری. ما این 23 درجه بالای این یه نوار مداری هست که میگن مدار رأس و سرطان، تراپیک آف کانسر، تو خان اسم یک کتابی هم هست، من توصیه نمی کنم بخونید. یک کتاب دیگر هم هست به نام 23 درجه زیر خط استوا، میشه تراپیک آف کپریکورن، یعنی مدار رأس و جدی، جدی و کانسر یا کپریکورن و کانسر اسم 2 تا از صورت‌های فلکیه که حالا اونم براتون توضیح میدم. عرض کنم که 23 درجه برابر این بالا و 23 درجه پایین، این 2 تا مدار، این فاصله 46 درجه تقریبا، اینو بهش میگن منطقه استوایی. اینجا یه ویژگی‌های خاص داره و اون این است که هر چی تو این منطقه باشه حتما در یه موقع از سال در هنگام ظهر شی هیچ سایه نداره، هیچ سایه نداره، سایه صفر میشه، یعنی یه مدادی بذارن اونجا کاملا عمود میتابه بر اون شی و بنابراین شی هیچ سایه‌ای در زیر خودش، یه ستون سایه ایجاد نمیکنه. مثلا مکه اینطوره، منتها در تابستون نیست، در زمستون هم نیست، ولی در یه نقطه ای از سال به نسبتی که چقدر از خط استوا فاصله باشه، ولی توی این مدار که باشه، توی این 46 درجه ما بالای این 46 درجه هستیم. در ایران هیچ همچین نقطه‌ای وجود نداره، چون ما بین 25 درجه عرض شمالی و 40 درجه عرض شمالی که بالاترین نقطه آذربایجان باشه تو این فاصله قرار داریم. بنابراین ما هیچ وقت در هیچ نقطه‌ای در ایران نیست که آفتاب کاملا، حتی در بندر عباس اینا کاملا عمود نمیتابه این
اگه نگاه بکنید این ایران که هست اینجا پایین ترین نقطهش بالای مدار رأس و سرطانه. یه مدار دیگه از نزدیکای قطب که در واقع 23 درجه از قطب فاصله داره، از قطب این طرف در نظر بگیریم که اون مدار رو بهش میگن آرکتیک سرکل، یعنی دایره قطبی، مدار قطبی. زیرش هم درست همون مدار قطبی 23 درجه از نقطه قطب فاصله داره. تو این بین این اون دوتا بالا و پایین که بهش میگن منطقه منجمده شمالی و منجمده جنوبی، این دوتا هم میشه منطقه معتدله، یعنی بین 23 درجه و نیم و 67 درجه این فاصله تقریبا اعتدال داره. اون وقت در موقعی که خورشید عمود میتابه به خط استوا که در یه زمان معینه، به اون موقع یا اول پاییزه که اول مهر باشه که بهش میگن اوتمنال اکویناکس انگلیسی، یعنی اعتدال خریفی، یعنی اعتدال پاییزی، و یا اول بهاره که ورنال اکویناکس میگن، یعنی اعتدال ربیعی. خورشید، تابش عمودی خورشید بین این دوتا نقطه است، بین این دوتا خطه که تراپیک آف کانسر یعنی مدار رأس السرطان و مدار رأس الجد، هیچ وقت پایین تر عمود نمیتابه، یعنی چیزی که اینجا باشه هیچ وقت به اون نقطه عمود خورشید به اونجا عمود نمیشه. بنابراین این منطقه رو، این کمربند رو در هیئت قدیم فکر میکردن که این کمربند رو میبردن در آسمان، یعنی کل کره آسمان در نظر بگیرن، اینو بزرگش کنن بشه کره آسمان. وقت در کره آسمان یک کمربندی تصور میکردن که اون کمربند خورشید توی اون کمربند حرکت میکنه و اون 12 برجی که میگن حمل و ثور و جوزا سرطان و اسد سنبله میزان عقرب قوس جدی و دلو و حوت که این 12 ماه هست که اول حمل بررس بعد حمل ثور گاو جوزا دو پیکره، این 12 پیکر در آسمان توی این کمربند هستن، یعنی یک کمربندیست که خورشید توی اون کمربند بر حرکت ظاهریش، یعنی حرکت، چون یه حرکت ظاهری داره خورشید دیگه که قدیم خیال میکردن که خورشید میچرخه، اون حرکت ظاهری توی این توی این 46 درجه است که منطقه در آسمان فرض بکنیم. ما الان چون میدونیم زمین کرویه و خورشید، میگیم که بین در این نقطه ها عمود میتابه، ولی میگن خورشید در این نقطه ها قرار میگیره، خورشید میره این طرف مدار، یعنی به صورت اینطوری حرکت میکنه، منطقه میاد نقطه بر میگرده پایین. بنابراین وقتی که دائما بالا و پایین میره در دو نقطه خط استوا رو قطع میکنه دو بار در سال، چون این هم تو میره بالا میاد پایین، این خط عمود. موقعی که داره از پایین میاد بالا و به اوج میرسه و حرکت میکنه، رایزینگ سان، خورشیدی که داره میاد بالا، از اول دی ماه شروع میکنه خورشید بالا اومدن، چون میره تا پایین پایین اول دی دیگه پایین ترین نقطه است، بعد یواش یواش خورشید شروع میکنه لوسولی لوان، خورشیدی که داره میاد بالا، قول یه نقاش معروفی است که اسم نقاشی گذاشته، میاد تا میرسه به خط استوا و خط استوا که میشه بهار میشه و میره دو مرتبه بالا، از بالا که داره میاد پایین خزان میشه. اینا معقوله، برای اینکه از پایین که داره میاد بالا داره معراج میکنه، برای این شکوفایی و اون داره باز میگرده بر میگرده و از بالا داره میاد پایین، بنابراین رو به افول داره میره و خزان تولید میکنه، موقعی که رو به عروج داره میره بهار رو تولید میکنه. و این اعتدال که اعتدال ربیعی هست مایه ایجاد به اصطلاح این مایه این رستاخیز بهار میشه. حالا اختلاف روز شب هم به خاطر همینه که وقتی که خورشید به بالای خط استوا عمود میتابه، برابر این هرچی که بگرده یه مقدار بیشتری نور به نیمکره شمالی میرسه، برابر این مقداری که تاریکتر میشه کمتره، برعکس در نیمکره جنوبی نور کمتری میگیره، اصلا قطبش که اصلا نمیگیره، یه مقدار همیشه البته نصف زمین روشن نصفش تاریکه،
ولی اون نصفه توی چیز در نیمکره شمالی جنوبی فرق میکنه، تقسیم عادلانه نمیشه. تقسیم عادلانه فقط در این دو تا نقطه میشه که باز بهترین این دو تا نقطه نقطه رویه. چرا؟ برای اینکه داره از پایین میاد بالا. برای اینو تعبیر میکنن به اینکه اگر ما به اعتدال برسیم، اعتدال یعنی عدالت، مهمترین رسالت انبیا عدالت بوده. انا ارسلنا رسلنا بالبینات لیقوم الناس بالقسط. ما رسولان فرستیم که قسط و عدالت باشه، و اگر عدالت باشه حتی احسان هم نیاز نداره. از حضرت مولا پرسیدن که عدالت بالاتر یا احسان، فرمودن اگر عدالت باشه نیازی به احسان نیست، خوشا جامعه‌ای که احتیاج به خیریه نداشته باشه. البته الان ما داریم، برای اینکه نمیتونیم به اون درجه از کمال عدالت، به قول تولستوی میگه که عدالت محض واقعا میسر نیست، ولی اونو باید ما آرمان قرار بدیم و ایدئال قرار بدیم. Ideals are not to be achieved. انگلیسی ها میگن ایدئال ها برای نیست که شما بهش برسیم، ایدئال ها برای این است که چراغ هدایت باشه که از این برای باید بریم. مثل ستاره میمونه. Ideals like a star. ایدئال ها مثل ستاره هستن که شما لزوم نداره به اون برسیم، ولی اون میتونه شما رو هدایت بکنه به طرف راه که از این طرف باید رفت. فرمین اگر اعتدال بشه، یعنی حالا این اعتدال بیه در سطح جامعه، در سطح خانواده معتدل، یعنی طوری باشه که تقسیم قوا مرد باید حاکم باشه، زنم باید حاکم باشه، منتها نوع حکومتشون فرق میکنه. اینو من بازم گفتم که خانم ها حکومتشون در پرده است، در از حجب و چیزی که در وجودشون هست، سری که در وجودشون هست، اون حتی حکومتشون هم در پرده است. اونها حاکم و دل میشن، ولی مرد علی ظاهر یه حاکمیتی پیدا میکنه که خوبم هست، به شرطی که دلش در گروه اون زن باشه، در گروه محبت او باشه و در سودای این باشه که من چیکار بکنم که این میل او رو راضی بکنم. و در سخنان پیغمبر اکرم هست که بهترین مرد بهترین نیست که بر زنش، اون که بر زنش بهترینه اون بهترین مرد. خیرکم خیرکم لنسائکم، بهترین شما اونیست که بر خانمش بهتره. و گفت پیغمبر که زن بر عاقلان غالب آید، سخت و بر صاحب دلان، بر اونا غالب میشه، به خاطر اینکه اونا دلشون در گروه محبته. و بعد المؤمن یاکل به میل اهل، مؤمن به میل اهل بچه، زن بچهش غذا میخوره، صبح دستور نمیده که مثلا باقالی پلو درست کنی، شوید بزنین، اینو نزنین، دستور نمیده، هر چی پختن میذاره جلوش میخوره، خیلی هم شوکه میگه و انتظارم نداره حتی چیزی بپزن، اگه نپختن خودش میپزه. چرا؟ برای اینکه مرد باید به این نیت ازدواج بکنه که من یک کسی رو خوشبخت بکنم، زنم باید به این نیت ازدواج کنه که من خودم رو خرج بکنم برای یه آدمی که این به شادی و به سعادت برسه و در کنار من احساس سعادت بکنه. اگر این نیت در دل هر دوشون باشه، اون وقت اون اعتدال سلیمانی برقرار میشه و در همه چیزها عدالت هست. حالا منظورم این که عدالت هم در وجود شخص ما که بین قوای شهوت، شهوت خیلی خوبه ولی سر جاش بشین، اینقدر سهم تو قوه زائقش، اینا هر کدوم با سهم خودشون بگیرن. سلیمان اعتدال داره، دیوام هستن، دیو هرس، هرس میخوای بزنی چشم، هرس در اینجا باید هرس بزنی. سلیمان دستور میده که کجا هرس باید باشه. وقتی سلیمان دیوار رو اسیر کرد، دیوار چیکار میکردن برای سلیمان؟ براش قصر میساختن، کار میکردن، یعملون له من عمله او بودن دیگه، یعملون له من تماثیل و محاریب، محراب میذاشتن، معماری میکردن، خدمتکار بودن. چرا؟ برای اینکه دیو در حقیقت چیزی نیست غیر از نیروهای مهار ناشده و در خدمت انسان قرار نگرفته. هرچی انسان حاکمتر میشه، دیوها رو تبدیل به فرشته میکنه، تبدیل دیو به فرشته. سیل یه مقدار انرژی به اضافه یه مقداری هم آب، چیز دیگه نیست که، آب که بد نیست، انرژی هم بد نیست، ولی این که مهار نشدنیه بده، این سرکش بودنشه که بده. بنابراین این رو، سرکشیش رو تحت حکومت سلیمان رام میکنن، رام کردن سرکش، دیو سرکش، اون رو باعث میشه که ما بتونیم از برکات این عالم بیشتر برخوردار بشیم. بنابراین دیوهام هیچ کدام از بین نمیرن در حکومت سلیمانی،
اگر گفتن دیو رو باید کشت و اینا، اون تعبیری است که در جای خودش درسته، ولی دیوها نیروهای خفته ای هستن که اینا میتونن به ما خدمت بکنن. انتقام مثلا، انتقام یه نیرویی است که خیلی قویه، کوه رو مثل بولدوزر میونه انتقام. این اگه پشت شد وجود از انتقام، اینقدر آدما کارها میکنن که هوش از سر آدم میپره، ولی در جهت دیو. اما این نیوتن معروف میخواست از یک کسی انتقام بگیره، نصیحت افلاطون رو گوش کرد. بعد افلاطون پرسیدن که ما چطور از دشمنانمون انتقام بگیریم؟ گفت کمالاتون زیاد کنید، کمالاتون زیاد بکنید، هی خون جگر بهت بخوره. شما هر چی که خواستید هی کمالات و فضایل خودتون بیشتر بکنید و انرژیتون رو صرف او نکنید، صرف فکر کردن به او، خرج دشمنتون نکنید انرژیتون رو، بلکه میتونید حتی خود او رو هدایت بکنید. قرار انشالله که این بهار به همه معانی، هم بهار طبیعت، هم بهار دلها، آمد بهار جانها، و هم بهار اعتدال برای جامعه ما و برای جامعه بشری به طور کلی. ما که میگم منظور ایران نیست، برای جامعه بشری که از اعتدال بیرون رفته، از تعادل خارج شده، افراط و تفریط شده، انشاءالله به تعادل برگرده و انسانها بتونن از همه برکات برخوردار بشن. گاهی این اشکال رو به عرفان گرفتن، من اینو مکرر تکرار میکنم به خاطر اینکه هنوز هم بعضی کسانی میگن آقا در دنیای امروز ما چیکار بکنیم، با عرفان چجوری؟ عرفان یک آیه از قرآن تکلیف ما روشن کرده که رجال بزرگ و عارفان بزرگ و انسانهای بزرگ اصلا معنیش نیست که اینا میرن در یک کنج غاری، اگر گفتن در کوه هستن و اینها، منظور این که مقامشون خیلی بالاست، وگرنه پیش خلقشان فراز صد کوهن. بلکه میفرماید که رجالون لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله. این تنوین رجالون رو گفتن برای تفخیم به عظمت مقام اون مرد. انسان‌هایی هستن بزرگ، شخصیت‌هایی هستن که خاصیتشون اینه که تجارت میکنن، بیع میکنن، رفت آمد میکنن، معاشرت میکنن، ازدواج میکنن، همه شؤونات زندگی دارن، ولی لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله، ولی از یاد خدا غافل نیستن. اصل عرفان حضور خداوند در زندگی انسانه. عرفان یه شغل نیست، یک حرفه نیست، یه رشته نیست. همه آدم ها میتونن از یک عطار و بقال و راننده و سازنده و همه اینها دانشجو، همه اینها میتونن عارف باشن، یعنی با خدا باشن و اون کاری که میخونن به خاطر عشق الهی، به خاطر رسیدن به کمال. حالا من قرارم بر این هست که یک توصیه هایی هم در مورد برنامه‌ریزی بکنم که انشاءالله به وقت دیگری موکول میکنیم. و سلام.